دکتر رضا نامجو، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس حقوق خصوصی دانشگاه، از تهران پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم به شما و مخاطبان محترمتون، در خدمتتون هستم. ممنونم. آقای دکتر، به نظر شما این توافقنامه تا چه حد از لحاظ حقوقی قابلیت اجرا در سطح بین‌المللی دارد؟ بفرمایید. بله، خب میدونید که من یه توضیح خیلی کوتاه فقط در مورد پیشینه این توافقنامه بدم. از سال 2017، از موقعی که هوش مصنوعی به این ترتیبی که امروز باهاش آشنایی بیشتری پیدا کردیم مطرح شد، درخواست برای تنظیم و تدوین یک توافقنامه از سوی افعان هوش مصنوعی بوده، تولید کنندگان آثار صوتی تصویری و دارندگان پلتفرم‌های بزرگ در جهان، مطرح شد که به سمت تنظیم و تدوین یک آیین‌نامه یا قانون متحد شکلی برد. در سال 2019 به نتایج بهتری رسید. اگر نسخه‌ای که در سال گذشته مطرح بود مطرح می‌شد و امضا می‌شد، شاید می‌توانستیم با قوت بیشتری پاسخ به سوال شما رو اینگونه بدم که به قطعیت می‌تواند تضمین بکند. اما امروز اون چیزی که تنظیم شده و امروز باش مواجه هستیم، از نظر برخی از نظران، از برخی از پژوهشگران حقوق که متن اولیه یا پیشنویس بودند، اونها اینطور اظهار نظر میکنند که ابراز نگرانی میکنند از اینکه به قاطعیت بتونه به هدف خودش برسه. حالا جلوتر شاید بشود در مورد علتش هم صحبت کرد. بله، ممنونم آقای دکتر. با تشکر از دکتر رضا نامجو، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس حقوق خصوصی دانشگاه از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.